سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حمید اسکورپیانم، به چنل من خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری باس آخر بلک میت ووکانگ رو چیز کنید، یعنی به راحت ترین حالت ممکن بزنینش، و در کل قلقاش رو بهتون بگم و حتی بتونین چشم بسته هم بزنینش و بدونین که صرفا چه بیلی باید جلوش ببندین. خیلی خیلی بیلتون مهمه. ما بیلدی که در واقع برای زدن باس آخر استفاده میکنیم بیلد اسپل بایندر هست. خب یعنی هر چیزی که مربوط به کریتیکال هست رو میبندیم و در کل سعی میکنیم که ظرفیت مانامون رو ببریم بالا، و این باعث میشه که هر مقدار مانایی که داریم تبدیل به دمیج بشه بهمون تا بتونیم بهش کریتیکال های خیلی سنگین بزنیم. و در کل بیلدی که جلوش استفاده میکنیم همش به کریتیکال مربوطه. یعنی شما تو بازی هر چیزی که فکر کردین مربوط به کریتیکاله میتونین در واقع برای زدن این باس استفاده بکنین. حتی شما در واقع اون جرعه در واقع اون باتلتون گردتون یکی از آپگریدش هستش که بهتون کریتیکال چانس میده برای 20 ثانیه، بهتون کریتیکال چانس میده و از اون میتونین استفاده بکنین. حتی میبینین یکی از این آپگریدی که من استفاده کردم که باسی هم تو چپتر 3 اگه اشتباه نکنم بوده، دقیقا این اصلا خودش ما قرار نیست استفاده بکنیم، این در واقع به ما کریتیکال چانس میده. خب و حتی تمام تالیزمنا و تمام چیزایی که رو باتلمون انداختیم، تمام ست لباسمون، همه چیمون مربوط به کریتیکال چانسه. و این کریتیکال چانسه که باعث میشه که این باس رو بتونیم بزنیم. و این چیزی که من تقریبا درآورده بودم، این بیلدی که درآورده بودم تقریبا 50% 45 یا 50% به این چانس کریتیکال میداد و خیلی خیلی دمیج سنگین میزنیم. و اگر بتونیم کلن اسپل بایند کنین، این باعث میشه که شما تمام حرکاتی که میزنین 40-50% شانس داشته باشه که بهش کریتیکال بزنین. و حتی شما توی قسمت تالیزمناتون میتونین دو تا دواقع آیتمی بندازین که به ماناتون اضافه میکنه. ما که مانا قرار نیست استفاده بکنیم، ولی در واقع این کار رو میکنیم که حتی اون مقدار مانام به دمیجمون اضافه بکنه. و در کل این باس اونقدر سخت نیست، فقط یه سری چیزها رو باید جلوش رعایت بکنید که بتونید راحت بزنیدش. و من تو این در واقع ویدیو بهتون توضیح میدم که چجوری باید اسپلاتون استفاده بکنید، با چه مدیریتی و چیکار بکنید که راحت ترین حالت ممکن بزنیدش. این در واقع سیستم بیهیویرش، رفتاریش، رفتار ای آی و برنامه نویسیش خیلی شبیه همون استون مانکیه. خب با این در واقع تفاوت که شما هر چقدر دور باشین ازش هیچ کاری نمیکنه. یعنی اگر جلو باشین واقعا سخت باش فایت کردن، و اگر بخواییم خصوصا معمولی بهش دمیج بدین 1000 مدل دمیج مختلف بهتون میده. استون میکنه خودشو، ایلوژن میندازه، باتلتونو میدوزده، 1000 مدل حرکت مختلف میکنه. ولی قلق این باس اینه که تا میتونین ازش دور باشید. اگر دور باشید ازش همینجوری آروم آروم میاد سمتتون و شما با دمیج اسمش استنس خیلی راحت میتونین بزنینش. من بهتون توضیح میدم سیستمش چجوریه. ببینید تو فیز اولی که این باس در واقع باش فایت دارید، خب قاعدتا تمام قدرتتون رو دارید
یعنی این سه تا پنج تایی که دارید و این اسمش در واقع استفی که دارید، خب اون فوکس چهار تایی رو میتونه پر بکنه، خب که در واقع تو فیز دومشه که قدرت رو ازتون میگیره و نمیتونین از اون قدرت استفاده بکنید. ولی تو فیز یکش دقیقا مثل همون استون مانکی که تو یه ویدیو دیگه توضیح دادم، اینجا هم دقیقا میتونین همین داستان رو استفاده بکنین و این باعث میشه که همینجوری از عقب چهار تا فوکس پول کنین بزنین بهش و این خب ممکنه که خیلی از ضرباتتون رو داج بده، ایرادی نداره. اگر هم داج داد دو تا پوان مثبت دارین شما، یکی کریتیکال چانس خیلی بالاتونه و دومیش اینه که شما اون استف در واقع اسمش چهار تا اینتونه که پر کردین خیلی فاصله زیادی نسبت به خودتون و باس این استنس جبران میکنه. بنابراین این هر چقدر فاصله داشته باشین تقریبا این حرکت جبران میکنه و شما راحت میتونید فیز یکش رو بزنید و سعی کنید فیز یکش اصلا دمیج نخورید ازش، چون با همین حرکت راحت میتونید چشم بستماتو بزنید و دمیج نخورید ازش و تمام باتلاتون رو و دوا گرداتون رو که 10 تا ماکسیمومش سعی کنید برای فیز دوش نگردید. حتی سعی کنید یه دونه آپگرید هم روی گردتون بندازین که شانس داشته باشه وقتی گرد استفاده میکنین از گردتون استفاده نکنه. یعنی یه چیزی هستش که حتی تو سری دارک سولز هم بود همچین چیزی که اصلا شانس داره که مثلا از گردتون استفاده نکنه در حالی که شما استفاده میکنین ازش. ببینید بهتون توضیح میدم چی سیستمش چجوریه. تو اولین حرکتی که میخواین بهش بزنین این همیشه نشسته سر جاش و اولی بلا استثنا میخوره ازتون چهار تاییتونو. ببینید من اینجا سه تاشو که پر کردم میدوام سمتش و به محصه که صدای باسو شنیدم دکمه در واقع هدیتتون رو ول میکنم. ببینید از همین چند تایی که خورد دو تاشی کریتیکال خورد، سه تا ضربه خورد دو تاش کریتیکال خورد، فقط کافیه که تمام بیلدتون روی کریتیکال باشه. دوباره من برمیگردم عقب و میدوام، این سری میدوام عقب، مثل استون مانکی نیست، فقط ازش دور میشم، باید ازش دور شید. میدوید عقب پر میکنید. حالا من اینجا اشتباه کردم، چهار تا پر نکردم. میدوید عقب و اون دایره توی این دوره این محیط هم باید در نظر حدودی داشته باشید، چون اینجا یه دایره بزرگی هست که در واقع یه حصار نامرئیه. شما از اونجا عقبتر نمیتونید بدوین و شما وقتی که وارد باس فایت میشید این بازی در واقع این دایره رو برای شما به وجود میاره. شما باید حدودی تو ذهنتون حواستون به این دایره هم باشه، چون اگر یه حدیه بعد نزدیکترش باشید این در واقع ای آیش متوجه میشه که بیاد به شما یه سری اتک های مید رنج رو بزنه. بنابراین شما سعی کنید که تا میتونید ازش دور باشید. چهارتایی که پر شد، ببینید من از این فاصله ول کردم. خب حالا در کل این دیگه شانسه که ضرباتتون بهش بخوری یا نه، چون خیلی داج میده، ولی اگر با همین سیستم ادامه بدید خیلی از ضرباتتون رو حتی ممکنه بخوره. میبینید در کل باس آخر رو خیلی به حرکاتتون در واقع واکنششون میده و در واقع داج میده. این دیگه خیلی فاصله هم زیاد بود. ولی در کل سیستم فایت فیز یکش کلن همینه و یکی از روش راحت چیز کرده میشه. باز الان دوتاش خورد، میبینی حتی بالام رفت خورد و باز فقط سعی میکنم ازش دور شم، اصلا سعی میکنم به هیچ عنوان نزدیکش نشم، چون این سیستم بازش به این صورته که همینجوری گیگاچت دورتون راه میره اگر بهش دمیج ندین و ازش دور باشین. تمام قلق این باس اینه که ازش دور باشید، چه فیز یکش چه فیز دوش. میبینید چه دمیجی خورد، چه دمیجی. حتی شما میتونید توی قسمت آپشنتون دمیج نامبرتون رو آن کنین که ببینید چقدر بهش دمیج میدید و تفاوت دمیجاتون رو حس بکنین قشنگ. این یکی از بهترین بیلدایی که شما میتونید باش این باس رو چیز بکنید.
حالا من باز اینجا خیلی دیگه جونش کم مونده که اینم من باز آخرش رو میزنم و میره توی فیز دوش. این شد فیز یکش، یعنی فیز یکش دمیجی نخوردیم ازش تقریبا. خوردیم یا نخوردیم ببینم، ببینم نخوردم اصلا دمیج ازش. و میایم تو فیز دوش، نه اصلا دمیج هم نخوردیم ازش. خب حالا فیز دوش چیه؟ ببینین شما وقتی که اسپل بایندر رو استفاده میکنید تمام اسپلاتون بلا استثناء تمام میشه، یعنی اصلا از اسپلی اصلا نمیتونین استفاده بکنین. یه استثنایی وجود داره اینجا، اسپل هایی که مانا ازتون نمیخوان، اسپلن ولی مانا نمیخوان ازتون. یعنی چی؟ یعنی شما اگر اون سوزنه رو توی آیتماتون داشته باشید خب، و اگر خودتون رو ترانسفورم کنید به یه فرم دیگه، حالا چه میدونم اون ببره است، اون گرگه است، چه میدونم اون لونگه است، هر فرمی، خب این دوتا اسپل محسوب میشن ولی مانا نمیخوان. شما اگر بخواین در واقع اسپل بایندر استفاده بکنین تمام ماناتون باید پر باشه تا بتونین اسپل بایندر استفاده بکنین. پس شما زرنگی که میتونین و سوء استفاده که میتونین بکنین قبل از اینکه اسپل بایندرتون استفاده بکنین اینه که اول ترانسفورمتون رو انجام بدین، بعد سوزنه رو بندازید، بعد اسپل بایندرتون رو بزنید. ببینید من اینجا اول میام و تبدیل به لونگ میشم. لونگ دیدم یکی از خوبیای لونگ اینه که جونش خیلی زیاده. خب کلن لونگ دوتا خوبی داره، یکی این که جونش خیلی زیاده، دمیج نسبتا خوبی میده، و از طرفی اگرم این نزدیکتون باشه و اتک بهش بدین، اگر اتکاشو کانتر بکنید با آردوتون این در واقع فوکس پوینت های لونگتون پر میشه و خیلی بد میتونین بهش دمیج بدین. که حالا من شانس نداشتم و نتونستم کانتر بکنم، ولی مهم نیست. در صورت شما خوبیه حتی لونگ اینه که رو حساب این که بیلدتون بیلد کریتیکاله، اون چانس کریتیکالتون رو اینم لحاظ میشه. یعنی شما حرکاتی که با لونگتون انجام میدین ممکنه 40% اون ضربات کریتیکال بخوره، که حتی اینجا ملا تو همون دمیج نامبرهایی که زرد میاد متوجه خواهید شد. میبینین الان دمیج 3 تا کریتیکال خود تا الان 4 تا میبینین. من چیزی که فهمیدم دیدم لونگ در کل خیلی به درد این فایت میخوره و میدونی حتی این ضرباتش چون برقی و سنگینه یه اینتراپت ریزش هم میکنه، یه مینی استانش هم میکنه. حتی اگه سنگش هم کرد برای من اتفاقی نمیفته و میدونم جون لونگ اینقدر زیاده که راحت میتونه باعث دمیج بهش بده. مهم نیست، فقط ما میخواییم این فیز لونگ تموم بشه و هی بهش دمیج بدیم. خب حالا که از فیز لونگ در اومدیم، پس ببینیم با همون بیلد کریتیکالمون و دمیج های لونگ تقریبا 15%شونش رو زدیم. خب حالا چیکار میکنم؟ اول سوزنم رو میندازم. باز میبینید اصلا از مانام کم نشده اینجا. سوزنم رو میندازم و اسپلام رو بایند میکنم، مانام تمام میشه، دمیجم دو برابر و نیم حتی میشه. حالا چیکار میکنم؟ همون سیستم فیزه که شما دیگه 4 تا فوکس پوینت ندارین بهش بزنین، اسمش استنستون میشه 3 فوکس پوینت، ایرادی هم نداره، با همونم میشه زدش. ولی بجاش اگر هر ضربه‌ای بهش بزنید اگر کریتیکال بهش بخوره پاره میشه. قشنگ ببینید، قشنگ بهتون میگم چجوریه. حتی این سوزنم داره بهش کریتیکال میزنه. ببینید دمیج معمولیش 250-60 ولی یه ممکنه 400-450 تا هم بخوره. ببینید
پس ما با دو تا اسپل رو حساب بیلد درست تقریبا 25% جون فیز دوش رو زدیم که فیز دوش هم از همه سخت داره. حالا چیکار میکنم؟ فقط دوباره برمیگردم عقب و فقط این سری چیز پر میکنم. این حرکت تکشم که میبینین انجام میده در واقع صداش مشخصه که چیکار میخواد انجام بده و شما با اون حرکت اسپینه استفتون میتونین اینا رو دفع کنین و بدونین روی حساب یه تایمینگ خاص دو تا حرکت پشت بندش میخواد انجام بده که معمولا هم وقتی میره هوا دینگ تا یه همچین حرکتی انجام میده که کاملا صداش معلومه که استفشو کی میخواد بکوبه. باید باش زیاد فایت بدید، باید زیاد باش فایت بدید تا داجشو بفهمید. من خیلی از رو راست بهتون بگم، خیلی از داج هایی که بهش میدادم جلوش میدادم داجای پنیک بود، یعنی ارو ترس بود، صرفا ارو تایمینگ نبود. ولی اون زمانی، حالا سیستم چشم بستش اینجوریه، اون زمانی که صدای خوابید هی هیز میزنه میزنه صدا این و اون و اون صدا خوابید، بدون اون زمانیه که دقیقا شما میتونید دوباره برگردید عقب اسمشتون رو پر بکنید و اون حرکاتش رو در واقع این باس انجام داده. حالا دوباره برمیگرد عقب تا میتونم زنگ کنم ازش فاصله بگیرم. این حرکت رو میبینیم میخواد باتلتون رو بدزده. حالا یه چیزی راجع به باتل دزدیدنش بهتون بگم، گردتون رو میدوزه نمیخوره. اولا که یه بار این کار رو انجام میده و خیلی هم چیز خفن و باحالیه و واقعا یه نوآوری بود به نظر من، یه حرکت خلاقانه بود این حرکتی که انجام میده. این باتلی که میخواد بدزده، شما جلوی این باس اگر به محض اینکه باتل خوردید داج بدید نمیتونه باتلتون رو بدوز، یعنی تا خوردید داج بدید. اینجوری حرکتتون نه تنها باتلتون رو خوردید بلکه این نمیتونه بدوزده. ببینید من دوباره میام عقب، دوباره سه تا فوکس پر میکنم، میدوام سمتش. این الان چجوری میزنم؟ وای میسم میرم سمت باس، برعکس اون دفعه اول بود که حالا برای چشم بستش دارم بهتون میگم، برعکس دفعه اول بود که اون اسمش چهاتایی خیلی رنجش زیاد بود، اینجا رنجش کمه دیگه. و من برای سیستم چشم بستش به محض اینکه یه صدایی غیر از صدا پام و صدای باس شنیدم سریع ول میکردم دکمه رو و میدونستم که ممکنه حالا بهش بخوره و این برای سیستم چشم بسته. اینجا هم اصلا باش درگیر نمیشم، اصلا درگیر نشین باش، فقط بیاین عقب، اصلا باش درگیر نشین. یعنی راز زدن این باس اینه که باهاش درگیر نشید، اصلا نه نیاز است این همه پترنش رو یاد بگیرین ببینین کی چه موقعی چیکار، فقط دور شید ازش، فقط دور شید. ۴۸۰۰ تا حدوداً ازتون کریتیکال خورد، ببینید نصف شد جونش. این رو حساب اسپل بایندر و بیلد کریتیکالتونه. ولی این حرکتش در واقع اسمشتون رو کنسل میکنه، اینو باید در نظر داشته باشید. حالا اینجا هم از من باتل دزدید. که میگم اگه شما داج بدید نمیدوزده. و اتفاقا این ضرباتتون هم خوب میخوره ازتون اگر مثلا نزدیکتون باشه، مثل اون دفعه اول نیست که اون چهار تا یارو داج بده، اینا رو میخوره ازتون خیلی هاشو. دوباره سیستم همونه، دوباره میدویم عقب، باش درگیر نمیشیم تا میتونیم سعی میکنیم فاصله داشته باشیم ازش، میریم سمتش و ول میکنیم و محکم میکنیم تو سرش. دوباره 3500 تا کریتیکال بود. کلا رنگ زرد دیدین بدون اون دمیج کریتیکال خورد. این هم دقیقا همون حالتیه که میتونید با استف اسپینتون داجش بدید.
چند بار جلوش بازی کنید تقریبا سیستم داجش رو متوجه میشین چجوریه. در کل هم اگه خواستین مثلا برای چشم پسش حتی اگه خواستین بیاین عقب، حواستون به اون دایره باید باشه، اون دایره، اون حصار مخفیه که دارم میگم نامرئیه که نمیذاره بیشتر از یه حدی بیاین عقب و تو محیط باس فایت بمونی. بنابراین من مثلا وقتی میومدم عقب یه خودم به راست یا یه خودم به چپ میرفتم که بدونم اینجوری به اون تا اون دایره گیر نکردم، مثلا اینجوری کشیده میشم ولی باس فاصلمو نسبت به باس دارم حفظ میکنم که عقب عقب باشم نسبت سمتش. بعد میدوغم جلو، همینجوری میدوغم جلو تا صدا شنیدم از باس دکمه رو ول میکنم. اما متاسفانه حرکاتش اینقدر سنگینه، اینقدر حرکاتش سنگینه که اون اسمش شما رو کنسل میکنه مثل خیلی باسای دیگه میکنه. ایرانی هم نداره، شما اگر به اندازه کافی ماین کور داشته باشید و بندازه رو استامینا ریکاوریتون خیلی خوبه. اینجا استامینا رو و استامینا ریکاوری فوق‌العاده به درتون میکنه. میبینید من داج میرم میام عقب، خب نسبتاً هم حرکاتش رو میتونم تشخیص بدم چی کار داره میکنه و وقتی اون صدای خوابید، اون صدای کمبوش خوابید، من میدونم که اوکی الان اون زمانیه که من میتونم بدوم عقب و ادامه کمبو بزنم بهش. یعنی باز همون سیستم های دارم میدم، الان دیدم که گورد ندارم. اوکی فقط با فاصلتون رو باشه دای پلیز. یه کریتیکال مشتیه دیگه شد 4463 تا کریتیکال و اینم قراره که آخریش باشه. یکی دیگه هم خورد، یه دونه معمولی خورد، 330 تا کریتیکال خورد. در کل برای این در واقع فیزش و زدن این باس شانس خیلی براتون مهمه. من حالا خیلی اتمپت داشتم جلو این، شاید مثلا 20 تا اتمپت داشتم تا تونستم بزنمش، ولی در کل شانس خیلی واسه تون اهمیتش بالا. پلیز فاکین دای من. و تونستم باس رو بزنم. یس اینم خوشحال شدم که باس آخر تونستم بزنم، ولی در کل باس سختیه ولی قلقش همینه. شما باید بدونی اسپلاتون چجوری مدیریت کنین، بیلدتون بیش از اندازه مهمه و از نظر من راحت ترین حالتی که میتونین باس رو بزنین همینه و فقط باید بدون چه بیلدی جوش ببندین، کریتیکال چانستون رو تا جایی که میتونین ببرین بالا و فقط هی بیاین عقب بریم اسمش بزنین، بیاین عقب بریم اسمش بزنین، داج بدید بیاین عقب اسمش بزنین و اون لونگتون یا ترانسفورمتون یا سوزنتون که استفاده کنین که اسپلتون رو باین کنین و تمام هیلاتون رو با توجه به همون اسمش چهارتاییه که برای فیز یک راحت میزنیم و میکشینش، هیلاتون رو همه رو برای فیز دو نگرده. حتی من اینجا یه باتلی هم داشتم که میخوردم کانسومبل بود و جز باتلای لیجندری بود، در واقع اون معجونایی که میخورین و اون باعث میشه که کارکترتون نمیره، یعنی یه جورایی اینوولونبل باشه نسبت به دث، یعنی نمیره دیگه کارکترتون نمیره، ایمورتالیتی داشته باشه، اونم مثلا تا 30 ثانیه تقریبا اینجوریه. و در کل قلق این باس همینه، فقط باید فاصلتون رو با تا جایی که میتونید باش فاصلتون رو حفظ کنید. نیازی نیست خیلی از پترناش رو یاد بگیرید، نیازی نیست خیلی جلوش بازی کنید ببینید چی و چی کار بکنید. آقا راحت ترین روش زدن این باس در کل همینه، فقط قوانینش رو باید رعایت بکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و خوشحال میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب چنل حمایت بکنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.